بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از نمادهای اصلی صهیونیسم جهانی نماد آبلیسکه. در واقع تو تعریفش هم خیلی کوتاه بخوام بگم اینه که نمادی از سلطه صهیونیست ها بر در واقع دنیاست. به لحاظ اسطوره‌ای و آرکائیستی به تفکرات کفرآمیز و شرک‌آلود مصر باستان برمیگرده و در واقع اینها خیلی اعتقاد دارن به ازدواج آیسیس و اوسیریس، در واقع الهه حاصل خیزی آیسیس و عشق و محبت با خدای سرزمین مردگان. منتها اینا توی در واقع مصر باستان هم خواهر و برادرن، یعنی با هم دیگه که با هم ازدواج میکنن، شاید الگوی ازدواج با محارم هم از همین حیث بودن. محضر شما عرض بکنم که برادر دیگه آیسیس و اوسیریس، ست اوسیریس برادرش میشه، رو از بین میبره و میکشه خدمتتون عرض بکنم و او رو 14 تکه میکنه و در کل دنیا پخش میکنه. آیسیس که متوجه میشه با خواهر دیگه‌شو نفتیس میاد تا در واقع تکه‌های بدن اوسیریس رو پیدا کنه و به هم بچسبه. تمام تکه‌های بدن رو به هم میچسبونه و عوض میخوام محضر شما آلت جنسیش رو نمیتونه پیدا بکنه و این گم شدگی آلت جنسیش نمادی میشه از باروری خدای خورشید و این نماد آبلیس در واقع همین میشه که حالا صهیونیستا این رو با این تفکرات واقعا مشمعز کننده و کفرآمیز اینو نمادی کردن که هر جا بخوان در واقع سلطه خودشون رو نشون بدن استفاده میکنن. بعدها که اوسیریس تبدیل شد به خدای مردگان، اینو به عنوان در قبرستان ها اینجوری هم استفاده میکنن. مثلا در امریکا خیلی از قبرستان ها نماد آبلیسک رو در واقع استفاده میکنن. خب یعنی این نماد عمومی به عنوان مرگ، اون تا در جوامع مخفی و آنچه به عنوان سیکرت سوسایتی، جوامع پنهان یاد میشه، مثل فراماسونری و صهیونیسم جهانی، آبلیسک نمادی از سلطه و در واقع اینه که اون منطقه و اون جغرافیا زیر سیطره اونها قرار داره. به خاطر همین خیلی جاها این نماد در قالب در واقع یک نماد یادمان و یادبود در میدانهای مهم و معروف اینها ساخته میشه، مثل بنای یادبود ماسونی جورج واشنگتن یا در پارک مرکزی نیویورک، در ترکیه، مصر، خیلی از کشورها. یعنی هر جا اینها صهیونیست‌ها به سلطه تحت سلطه خودشون در می‌آوردن از این نماد استفاده می‌کردن. ما به این نماد توهین می‌شد فقط و فقط یک جا، اون هم در واقع عنوان بحث حج ابراهیمی که ما داریم و سنگ پرتاب کردن به سمت شیطان، همون منارهای سگانه رمی جمرات که این سعودی‌ها متأسفانه حالا با این توجیه که اونجا ازدحام جمعیت وجود داره دور اون رو دیوار کشیدن. من اول فکر می‌کردم خراب کردم، بعد تصویر هوایی که به دست اومد متوجه شدیم که اینا در واقع اینا دورش دیوار ساختن که به این منار در واقع حمله صورت نگیره و توهین بهش در واقع نشه. در طبعا در راستای اوامر صهیونیست‌ها متوجه میشن که چقدر خوبه این کار و نمادی است برای مبارزه با صهیونیسم جهانی. واقعا کار بزرگیه و فراموش نکنیم که خیلی هم افتخارآمیزه که باز ایران داره با این عنوان در دنیا شناخته میشه. آیه سامبا یکی از صهیونیست پژوهای فرانسویس، ایشون پیگیری کرده بود، دیده بود در ایران تنها جاییه که اینو آتیش میدن. ایشون بلند شد آمد ایران و پیگیری کرده بود که دیده بود این ایده بنده است، اومده بود ایران دو سه مرتبه هم دفتر ما اومد، جلسه با ما گذاشت که آقا شما چطور به این مطلب رسیدید که تو این کار به مهمی رو دارید انجام میدید؟ کاری که شما دارید انجام میدید 50 سال دیگه مردم دنیا خواهند فهمید چقدر با اهمیت بوده و چقدر شما ایرانی‌ها پیشروید.